در 61مین روز از جنگ بین اسرائیل و حماس و همچنین حزب الله هنوز همچنان به شدت جنگ ها و نبرد ها در شمال و جنوب نوار غزه ادامه داره. ارتش اسرائیل وارد شهر و منطقه خان یونس، یکی از مهمترین مراکزی که در اون افراد حماس همکنون حضور دارن شده. گفته شده که ارتش اسرائیل خانه یحیی سنوار در خان یونس را محاصره کرده. البته یحیی سنوار به احتمال قوی در اونجا نیستش، اما این یک مسئله سمبولیک هستش تا به افراد حماس نشان بدهند ارتش اسرائیل که آرام آرام به خود یحیی سنوار هم رهبر حماس نزدیک شدن. یکی از نگرانی های بزرگ این هستش که این امکان وجود داره که گروگان ها همکنون در زیر زمین خان یونس در تونل ها باشن و جون اونها هم در این رابطه به خطر بیفته. اما ارتش اسرائیل با شدت تمام با دو گردان کامل به خان یونس حمله کرده. در شمال نوار غزه هم حملات شدید اسرائیل و درگیری ها بین اسرائیل و افراد حماس در چند منطقه شمالی همچنان ادامه داره. در جبالیا، در شجاعیه و در محله زیتون اسرائیل میگوید که تمام این مناطق را محاصره کرده و تا چند روز دیگر اون را از افراد حماس پاک میکنه. در کنار اون، موشک اندازی به سوی اسرائیل همچنان امروز هم ادامه داشت و این نشان دهنده این هست که حداقل در جنوب نوار غزه حماس میتونه هنوز مدیریت بکنه موشک اندازی ها را به سوی اسرائیل. در شمال اسرائیل و جنوب لبنان هم تبادل آتش بین حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل امروز هم ادامه داشت و هنوز به نظر میاد که هر دو در آن قانون نانوشته ای بازی میکنن که سعی میکنن که جنگ را گسترده تر نکنن.